مقاومت را از قلب اروپا شروع بکنیم. باید ما شما نگذاریم که خون این شهدا دوست عزیز، سلام. داود عادل از وبسایت خبری عمل برلین با شما هستم. قسمی که شما میبینین امروز تعدادی از شهروندان افغانستان اینجا در مقابل دفتر خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با یاد بود از شهدای مکتب سید الشهدای دشت برچی کابل تجمع اعتراضی و مراسم شمع افروزی را برای انداختند. امروز یک عده از افغانهای مقیم برلین و هومه برلین جمع شدند مقابل پارلمان آلمان برای دادخواهی و برای بلند کردن صدایشان، برای که دیگه واقعا خسته شدن از جنگ و وحشت و ترور و کشتن در افغانستان. همروز شاهد از دست دادن عزیزانشان هستند و مخصوصا ای که حادثه های خونین اخیر در افغانستان از دشت برچی، مکتب سید الشهدا که 85 تن تا حالا شهید شدن، همه نوجوانان، دانش آموزان، از کشتار دست جمعی در افغانستان صدای خود بکشن و خشم خود نشان بدن که امیدوارم به گوش مقامات و مخصوصا کشورهای اروپایی که فعلا میتونن رول مهمی داشته باشن در مسئله صلح در افغانستان، در مسئله گفتگو با طالبان، تعداد زیادتر امروز جمع شدن، همه خواهان صلح و برقراری صلح هستن در افغانستان. امیدوارم که نتیجه بده. تجمع امروز خوب شما در جریان هستین که به خاطر واقعی که در افغانستان رخ داد و در تای از او حدود 85 دختر دانش آموز جان خود را از دست داد و حدود 200 تن دیگه هم زخمی شدند که اکثر از این زخمیان بسیار به وضعیت فجیع هستند، این تجمع برگزار شد و کسان که اینجا گرده هم آمدند خواستند که یاد شهدا و زخمی ها را گرامی بدارند و در واقع اعتراض بکنند و یادآوری بکنند به مقامات آلمان، به مقامات افغان و دنیا که اگر به یک چنین جنایات چشمشان را ببندند قطعا دوباره تکرار میشه. چون این کشتار جمعی، این تلیعه یک نسل کشی بسیار لجام گسیخته است، مخصوصا از یک اقلیت قومی در افغانستان. تجمع امروز به مناسبت رویداد خونی بود که هفته گذشته در دشت برچی واقع شده بود، حادثه مکتب سید الشهدا، و ما اینجا برای همدردی و همدلی با خانواده های که عزیزانشان از دست دادن گرد هم آمدیم و در عینی که ما همدلی خود به صورت حضوری و فیزیکی رسانده و همدلی مانه، می خواهیم که به صورت مکتوب درخواست و دادخواهی ما را به پارلمان آلمان، دفتر خانم مرکل و همچنین وزارت خارجه آلمان برسانیم و از اونا بخواهیم در مقابل کشتار سیستماتیکی که در افغانستان جریان داره و در قبال امنیت افغانستان بی تفاوت نباشند و مسئولیتشان در این قسمت به عهده داشته باشند. تسلیه عرض میکنیم برای تمام مادرای غمدیده کابل، دشت برچی و از اولاد مردان افغانستان. بعد از این همه انتحار، بعد از این همه نسل کشی هزاره، در فکر مردم باشند، مخصوصا رهبران هزاره که در فکر مردم خود باشند تا اینجوری تا اینطور تلفاتمون نداشته باشیم، مخصوصا از نسل جوان، از نسل کودک که همه ما متاسف و متاثر از این واقعه باشیم. مکش ما را مکش ما نوجوانان، مکش ما را سبا مطب روانان. خب متاسفانه کار دیگه از دست ما ساخته نیست، برای فعلا حداقل یک ابراز همدردی، یک تسلیت. ما بسیار ناوقت مطلع شدم که همچه یک برنامه برگزار کردن و تشکری میکنم از کسایی که برگزار کردن و آمدم در کنار دوستا، در کنار عزیزایی که اینجا برنامه دارن، مراسم یاد بود دارن، من هم یک عرض تسلیت و ابراز همدردی همراه شهدایی که در افغانستان در مکتب سید الشهدا اطفال 13 و 15 سال متاسفانه شهید شدن که واقعا قلب آدم گریه میکنه و آمدیم که همراهشان ابراز همدردی بکنیم و برای زخمی ها آرزوی شفای عاجل بکنیم. برای من کافی بود بگذارن راهی آن مکتب شویم. برای من کافی بود بگذارن نوشتن و خواندن را یاد بگیریم. وقت داشتم برای چند دقیقه که سخنرانی کنم. در این سخنرانی ما نوشته کرده بودم که ما خودم به جای از او دخترایی که به جای او دخترایی که در او ساحه غرب کابل زندگی میکنن و ظالمانه به قتل میرسانن، دخترایی که همسن ما از آرزوها داره، امیدها داره، اونا آرزوی پدر مادرشان هستن، در زیر این ظلم و ستم کشته میشیم و نیست، نابود میشیم. ما باید صدای خودمان را بلند کنیم که یکی صدایمان را بشنوه، بلکه یک کاری بکنه. حالا به نام طالب و داعش میخواهند هیچ و نیست من کنند.
و آخ که چگونه همه ما میخواهیم از این واقعه چشم پوشی کنیم و ندانیم.